اعلام دقیق و هوشمند آتش‌سوزی با سامانه‌هایی کاملاً ایرانی. همراهان عزیز پادکست سلام. امروز قصد داریم یکی از دستاوردهای محققین کشورمون رو مورد بررسی قرار بدیم که با توجه به اهمیت بالای این دستاورد عملاً با راه اندازی و به کارگیری این فناوری از بروز خسارت‌های عمده به صنعت کشور جلوگیری میشه. امیدوارم از دیدن گزارش پیش روتون لذت ببرید و ما رو تا انتها همراهی کنید. آتش سوزی در صورتی که به موقع مهار نشه خسارات زیادی رو به بار میاره. در بیشتر مواقع خساراتی که آتش سوزی به وجود میاره حتی به مراتب بیشتر از خسارات حادثه اولی است و به همین خاطره که هشدار زود هنگام یا به موقع باعث این میشه که بسیاری از خسارات آتش سوزی کاهش پیدا کنه. متخصصان و فناوران یک شرکت دانش بنیان در کشورمون موفق شدن سامانه های اعلام هوشمند حریق رو در داخل کشور و به کمک دانش فنی بومی طراحی، تولید و تجاری سازی کنند. شاید براتون جالب باشه که پس از تولید این محصول دانش بنیان متخصصین و نخبه های این شرکت متوجه میشن که آزمایشگاه مرجع در زمینه سیستم های اعلام حریق، تست تجهیزات و ارزیابی استاندارد اصلا در کشور وجود نداره. و تازه اون موقع بوده که نخبه های این شرکت با راه اندازی اولین آزمایشگاه در زمینه تست سیستم های اعلام حریق و به عنوان همکار اداری استاندارد، شرایط دریافت استاندارد و تولید با کیفیت برای این نوع از محصولات رو در کشور فراهم کردن. از تجهیزات مهم این آزمایشگاه میشه به تست آشکارسازهای گاز مونوکسید کربن و متان اشاره کرد. با توجه به اهمیت این آشکارسازها در حفظ جون انسانها، این تجهیزات با بالاترین دقت و فناوری روز ساخته شدن. حالا که تا اینجا اومدین، یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. با ایجاد این آزمایشگاه نه تنها مشکل خودشون رو حل کردن، بلکه از این پس توی کشور شاهد کیفیت و ارتقای تجهیزات اتباع حریق خواهیم بود. جالبه بدونید که شرکت دانش بنیان سانا پژوهش گستر تونسته با سعی و تلاش چندین ساله بسیاری از محصولاتی که در این زمینه در بازار وجود داشته رو هم داخلی سازی کنه که میشه به انواع تجهیزات کانونشنال و آدرس پذیر اشاره کرد که هر دوی این سیستم ها کاربردهای وسیعی دارن، شامل طیف متنوعی از تجهیزات و سیستم های الکتریکی هستند. طرز کار این دو سیستم به این شکله که در سیستم آدرس پذیر علاوه بر اعلان حریق محل دقیق وقوع اون هم مشخص میشه، اما توی سیستم کانونشنال چندین حسگر که یک منطقه از ساختمان رو پوشش میدن در قالب یک مدار به هم پیوسته و به تابلو کنترل مرکزی وصل میشن. وظیفه هر مدار توی این سیستم پوشش یک منطقه مشخصه. طبق گفته متخصصین این شرکت، اعلام حریق آدرس پذیر با استفاده از مجموعه کاملی از حسگرها و کنترل کننده های الکترونیکی وضعیت دقیقی رو از مکان و نحوه آتش سوزی اعلام میکنه. بعد از اون تمامی داده ها جمع میشن و به یه سیستم مرکزی فرستاده میشن. در اون صورتی که امکان واکنش دقیق و اتباع حریق اثر بخش فراهم میشه. تجهیزاتی مثل تونل دود و میز لرزش هم از محصولات دیگه این شرکته. در حال حاضر 50 نفر به طور مستقیم در داخل شرکت و بیش از 300 نفر خارج از این مجموعه با اون همکاری دارن. نظر شما راجع به این محصولات و آینده اونها در کشورمون چیه؟ لطفاً نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. امیدوارم از دیدن این برنامه خوشتون اومده باشه و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتماً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فراموشتون نشه.